شهدا الهام بخش رزمندگان، گزارشی از العربیه. ناشطون سوريون يستلهمون من اسم أصغر ناشطة سياسية سقطت برصاص النظام، يستلهمون عنوانا جديدا للمطالبة بحريتهم ووقف استباحة دم الطفولة. جولار یا گلنار به زبانهای فارسی و ترکی نام کوچکترین دختر فعال سوری است که به ضرب گلوله رژیم جنایتکاران اسد به شهادت رسید. رزمندگان میگویند خون گلنار الهام بخش مبارزان ماست. نقاشی های این کودک وسیعا در سایت های اینترنتی منتشر شده است. گلنار بیش از 7 سال از عمرش نمیگذشت و در 4 فوریه گذشته هنگامی که از پنجره اتاقش بیرون راه نگاه میکرد به ضرب گلوله سربازان اسد شهید شد. او به رغم سن کمش تعداد زیادی تابلو در بزرگداشت انقلاب و علیه اسد نقاشی کرده بود. مردم به گلنار لقب قلم موی بیگناه دادند. داستان او با کشته شدنش پایان نمیگیرد، زیرا او کسی بود که بسیاری از مخالفان در دمشق را واداشت تا صفحاتی را با نام او در سایت‌های اینترنتی باز کنند. نیروهای امنیتی بشار اسد از شرکت تشییع کنندگان مرد در مراسم خاکسپاری او جلوگیری کردند. اما زنان شهر به همراه مادر گلنار پیکر او را تشییع و به خاک سپردند. مزار دختر شهید گلنار نقشبندی را کندند. او در صفحه اول شهدای شام قرار دارد. کشته شدن گلنار از برجسته‌ترین حماسه هایی است که به انقلابیون الهام می دهد. کسانی که در نام او عنوان جدیدی برای ثبت انقلابشان و سمبولی از کودکان انقلابی علیه رژیم را یافتند. سخن با یادآوری شرکت او در تظاهرات مردمی و نقاشی‌هایش که انقلاب را حمایت می‌کرد به پایان نمی‌رسد. گلنار بعد از مرگش تبدیل به سمبول کودکانی شد که خونشان توسط جنایتکاران اسد مباح شمرده شده است. این دفتر گلنار است که در آن نوشته شده: بهشت بهشت ای میهن من، ای هما ما را ببخش یا الله. گلنار کوچ کرد ولی داستان او همچنان باقی است. رنگ های قلموی کوچک او با رویاهای بزرگی در هم آمیخته بود هنگامی که آزادی را فریاد می کرد. قصة أصغر ناشطة سياسية اختلطت ألوان ريشتها الصغيرة بأحلام كبيرة طالما هتفت من أجلها طلبا للحرية.